سلام بچه ها، به کانال ورد اف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از چیزایی آماده کردم که توی بازی های قدیمی بهتر بودن. درسته که گرافیک بازی ها خیلی بالاتر رفته و دسترسی بیشتر شده، اما در خیلی از زمینه ها ما افت داشتیم. من امروز به 10 مورد اشاره میکنم. شماره 10، نمیدونم یادتون هست یا نه، اما توی بازی های قدیمی تر اینطور بود که هر چیز آنلاکبلی که شما داشتید میتونستید با انجام دادن بازی اونا را به دست بیارید. مثلا اگر داشتید اساسنز کرید بازی میکردید و میخواستید بقیه لباس های اتسیا رو باز بکنید، تنها کاری که باید انجام میدادید این بود که بازی رو انجام میدادید. میدونید، یک سری چالش رو رد میکردید تا اون لباس ها براتون آزاد میشد. نه لباس، هر آیتم دیگه ای، سلاح، درشکه، نمیدونم، توی هر بازی که آنلاکبل داره. قدیم اینطوری بود که فقط باید بازی رو انجام میدادید. اما در حال حاضر چطوریه؟ همه اینا پولی شده. فقط کافیه یک سری به شاپ یوبیسافت بزنید تا ببینید هر چیزی که اونجا ازتون پول میخوان تا بهتون بدن رو قدیم توی بازی ها میتونستید به راحتی و رایگان به دست بیارید. حالا از هر چیزی که داخل بازی بوده، سازنده ها میخوان پول به دست بیارن. اگر توی بازی ریسینگ یک سری ماشین دیگه وجود داشت، نیاز نبود برید اونا رو بخرید. باید اونا رو فقط توی بازی آزاد میکردید. اینکه صنعت گیمینگ داره به این سمت میره، واقعا همه چیز رو داره خیلی وحشتناکتر میکنه. توی بازی های قدیمی‌تر دد اور الایو اینطوری بود که شما هر کاری که میخواستید بکنید رو رایگان میتونستید انجام بدید. کاراکترتون رو براش لباسای متفاوت میگرفتید و اینکه رنگ موش رو عوض میکردید. این چیزا بخشی از بازی بود. اما توی آخرین بازی که اون عرضه کردن، یعنی دد اور الایو 6، شما حتی برای عوض کردن رنگ مو هم باید برید پول بدید. شماره 9، یکی دیگه از چیزهای خیلی باحالی که توی بازی‌های قدیمی‌تر، مخصوصاً توی دوره نسل 6 و نسل 7 وجود داشت، ولی گرفتن اون رو حذف کردن، بخش چند نفره توی بازی‌های سینگل پلیئر بود. آره، اون موقع اینطوری بود که هر بازی سینگل پلیئری که عرضه می‌شد، بخش مالتی پلیئر و یا همون چند نفرم هم داشت که بعضی وقتا این بخش‌ها حسابی می‌تونستن بهتر کنن. مثلا توی بازی ماسفیک و یا توی بازی لاست اوف اس 1، بخش فکشن‌ها خیلی خیلی جذاب بود. بازی گیرز آف وار هیچ وقت فکر نمی‌کرد که بخش مالتی پلیئر اون انقدر بهتر کنه. این بازی قرار بود یک سینگل پلیئر باشه، اما به خاطر اینکه مالتی پلیئرش خوب بود، این همه ترکون. اما هرچی که گذشت، بازی‌ها تصمیم گرفتن بخشای چند نفره رو از عناوین سینگل پلیئر حذف بکنن. اساسنز کرید یادتون قدیم بخش چند نفره داشت و چقدرم جذاب بود، اما دیگه چیزی در این مورد در کار نیست. جدیداً بازی اگر میخوان مالتی پلیئر باشن، قصد دارن یه چیز مایه‌های فورتنایت در بیان، اینکه میلیون ها نفر اونا را انجام بدن. دیگه برای بازی های سینگل پلیئر متاسفانه بخش چند نفره درست نمی‌کنن. لاست اوف اس وقتی که ریمیک شد، بخش چند نفره خودش رو حذف کرد. شماره 8، اونایی که بازی های RTS قدیم تر انجام دادن، مثل وارکرافت یا استارکرافت، از لول ادیتور یادشونه. این که بازی به شما بخشی میداد تا بتونید برید مرحله برای خودتون درست بکنید، یعنی برید بازی سازی جوری یاد بگیرید. قدیم اکثر بازی های ویدیویی بخش لول ادیتور داشتن که شما میتونستید برید توش مات های مختلف درست بکنید، مراحل جذاب و یا همچین چیزایی. بازی های قدیمی تری مثل دوم، دوک نیکام و یا هاف لایف، همه اینا بخش لول ادیتور داشتن که خیلی وقتا باعث میشد تا ایده های خیلی جدید و جذابی از آب در بیاد. مثلا بازی کانتر استرایک و یا تیم فورترس، هر دوشون یک سری مات بودن که برای بازی های قدیمی تر ساخته شده بودن. اما حالا چه؟ یه سری بازی هستن که کلن در این سبک درست شدن، مثل روبلاکس. ولی یه موضوعی که در مورد اون بازی هست و احتمالاً ازش اطلاع ندارید اینه که توی روبلاکس اگر شما یک بازی خاص خودتون درست بکنید و یک مرحله خاص و خب اون به درآمدزایی برسه، کل حق امتیاز درآمدزایی اون برای خود شرکت روبلاکسه، نه شما. شماره 7، بیاید یک سری به بازی های فایتینگ قدیمی تر بزنیم. میدونید، مثل تکن 1 تا 5 یا حتی 6 و یا مورتال کمبات 1 و مورتال کمبات زنده، یا از اون طرف که دور لایو 1 تا 5. به این بازی ها یک نگاهی بندازید. چطوری بودن؟ اول شما یک سری کاراکتر داشتید و چند تا از اونا قفل بودن. شما باید قسمت آرکید رو انجام میدادید یا یک سری کارهای خاص دیگه تا بتونید این کاراکترهای قفل رو آزاد بکنید. ولی حالا فکر میکنه چطوری شده؟ اگر کاراکتری توی بازی قفل باشه، شما باید پول بدید اون رو بخرید. فکر کنید بازی رو دیگه به صورت کامل به شما ارائه نمیدن، اون رو بخش بخش میکنن و بعد میخوان ازتون پول بیشتر بگیرن. کسایی که تکن 7 بازی کردن میدونن راجع به چی صحبت میکنم. اگر شما آنا رو میخواید، باید برید پول بدید و اکسپنشن پک بخرید. کاراکترایی که همیشه توی مورتال کمبات بودن، مثل کوانچی و یا ارماگ، حالا پولی شدن. من به هیچ عنوان نمیتونم با این قضیه کنار بیام. متاسفانه فکر میکنم از اینم قرار همه چیز بدتر بشه. شماره 6، اکثرا توی بازی‌های شوتر و یا اکشن اینطوریه که شما معمولاً یک یار و یا یک پارتنری همراهتون هست که خب توی بازی‌های امروزی هوش مصنوعی اون خیلی خیلی پایینه. از اون طرف شما در دو حالت میتونید اون رو کنترل بکنید.
یکی اینطوریه که خب شما کلن کنترلشو به دست میگیرید، میتونید مثل بازی های دراگون ایج و یا بالدر گیت، این بازی ها آر پی جی هستن. این که کلن کنترل اونا رو نمیتونید به دست بگیرید مثل فاینال فانتزی 16 و یا رزیدنت ایویل 4 ریمیک. اما قدیم اگر یادتون باشه شما میتونستید به اعضای تیم خودتون دستور بدید، یک سری فرمان رو بهشون بدید و بازی حالت تاکتیکال پیدا میکرد. گرزاوار یک همچین بازی بود. شما میتونستید به افراد خودتون بگید کجا برن و چطوری شلیک بکنن. یا توی بازی های مسافکت هم همینطوری بود. شما میتونستید با افراد خودتون ارتباط برقرار بکنید، اینکه اونا از چه قابلیت استفاده بکنن و چه کسی رو بکشن. اما وقتی بازی مسافکت اندرومدا اومد، اون رو گرفتن و حذف کردن. متاسفانه هوش مصنوعی پارتنرهای شما توی بازی های ویدیویی هی پایینتر و پایینتر اومد و تا حدی که دیگه شما اصلا نمیتونستید کنترل اونا رو به دست بگیرید. شماره 5، ما در مورد هوش پارتنرها صحبت کردیم، اما بریم حالا سراغ هوش مصنوعی دشمنا. نمیدونم دقت کردید یا نه، اما هوش مصنوعی دشمنا داخل بازی‌های ویدیویی خیلی خیلی کمتر شده. واقعا شما بگیرید دشمنا که داخل بازی اساسن کرید 1 و 2 و 3 بودن رو با بازی‌های جدیدتر مقایسه بکنید، عملا اونا فقط راه میرن و اگر ببیننتون چند ثانیه دنبالتون میکنن. همین یه بازی‌های متال گیر سولید قبلی اینطوری بود که اگر شما روی برف راه می‌رفتید، دشمنا میتونستن ردپای شما رو ببینن و بعد بفهمن که اونجا هستید. یا اینکه مثلا اگر پشت دیوار قایم شدید، اونا میومدن پشت دیوار رو نگاه می‌کردن. اما بازی‌ها هرچی که جدیدتر شدن، هوش مصنوعی خودشون رو پایین‌تر آوردن. فیر یک فوق‌العاده بود. هوش مصنوعی دشمنا حرف اول رو می‌زد. اما فیر سه این حالتی بود که هوش مصنوعی دشمنا چیزی در حد هوش مصنوعی فوتبال دستی بود. شماره 4، قبلا که صنعت ویدیو گیم به این صنعت عظیم تبدیل نشده بود که پول میلیاردی دربیاره، بازی ها بیشتر حالت فان داشتن. توشون شوخی های بیشتری رو شما میتونستید پیدا بکنید. مثلا اینطوری بود که در آخر هر بازی شما میتونستید بخشایی از پشت پرده رو ببینید. میدونید پیام سازنده ها و یا ایسترک های فان. توی بازی مورتال کومات آرمگدان اینطوری بود که شما حتی میتونستید کارت ریسینگ رو انجام بدید. اما بازی های جدید خیلی خشک‌تر شدن، خیلی جدی هستن. شما چند وقت دیگه توی بازی های ویدیویی نمیتونید اون اتاق های مخفی رو پیدا بکنید که سازنده ها سعی میکنن یک پیغامی رو بهتون بدن. یا مثلا اگر بیاید شوخی ها و ایسترک هایی که توی بازی های جدید صورت گرفته رو با بازی های قدیمی تر مقایسه بکنید، میفهمید که اون موقع چقدر این شوخی ها جذاب تر بودن. از وقتی که بازی ها پول سازتر شدن و کمپانی های بزرگ بیشتر توش نفوذ کردن، متاسفانه این شوخی ها هی خشکتر و خشکتر شدن. شماره 3، توی یک دوره بود که پی سی حرف اول رو میزد. اگر یک بازی هم برای پی سی و هم کنسول ها میامد، به احتمال خیلی زیاد اینطوری بود که پورت پی سی با اختلاف زیادی از بقیه بهتر بود. اون موقع حرف اول رو پی سی میزد. اما الان یه چند سالی هست که کلن همیشه بدترین پورت ها رو برای بازی های پی سی به ما میدن. اگر بازی های کنسول مستقیم برای پی سی پورت بشن که وضعیتشون خیلی داغونه. از لست آباس و اسپایدرمن و گاد آف وار و دیزگان بگیریم تا بازی های جدیدتر. حتی بازی هایی که همزمان برای پی سی و یا کنسول ها عرضه میشن هم اینطوریه که بازی های پی سی کلن آپتیمایز نشدن. هر کدومشون 100 تا 150 گیگ حجم دارن و از اون گذشته اجرا شدن و یا همون پرفورمنسشون خیلی خیلی ضعیف‌تره. با اینکه شما گرافیک خیلی بالاتری نسبت به کنسول دارید، با اینکه پردازنده های شما چند برابر از اونا بهتر هستن، با این حال نمیتونید کیفیتی مثل کنسول به دست بیارید. که این نشون میده سازنده ها دارن تنبلی میکنن. جایی که قدیم اینطوری بود که شما همیشه میتونستید بهترین کیفیت رو روی پورت های پی سی به دست بیارید. شماره 2، کلا میتونم اینطوری بگم که بازی های RTS قدیمی بهتر بودن نسبت به جدیدا. اما یه مورد دیگه ای که من واقعا توی بازی های قدیمی تر RTS و یه همون استراتژی خودمون ترجیح میدادم این بود که شما کنترل کامل دوربین رو به دست داشتید. یعنی میتونستید دوربین رو زوم بکنید، هر چقدر که میخواید بگردونید و یا اینکه بالا بیارید. آزادی عملتون خیلی خیلی زیاد بود. اما جدیدا اینطوریه که همه بازی های RTS میخوان دوربینشون دقیقا مثل بازی استارکرافت 2 باشه، اینکه زاویه تقریبا یکسان باشه و شما آزادی عمل خاصی نداشته باشید. دلیلی هم برای این کارشون وجود نداره، صرفا به خاطر اینکه استارکرافت از این روش استفاده میکنه و خب میدونید استارکرافت معروف ترین بازی RTS به حساب میاد. اونا تصمیم گرفتن از این ایده کپی بکنن. با اینکه بازی ها سالها قبل از استارکرافت تونسته بودن به یک سیستم خیلی اوکی برسن، اینکه شما کلا کنترل دوربین رو داشته باشید، یعنی از هر زاویه که میخواید نگاه بکنید، دوربین رو بچرخونید، زوم بکنید و یا اون رو بالا ببرید. اما همه اینا توی بازی های RTS جدیدتر حذف شده. شماره 1، و
ولی چیزی که فکر میکنم هرچی که گذشت بدتر شد مربوط به UI اینترفیس و یا همون میدونید منوهای داخل بازیه. فقط کافیه منوهای جدیدتر رو با منوهای قدیمی مقایسه بکنید تا ببینید این جدیدا چقدر شلوغ پلوغ شلخته و روی مخ هستن. به همین دلیله که هر بازی که عرضه میشه به سرعت چند روز بعد خود پلیرها میرن براش یک ماد درست میکنن تا بتونه این سیستم UI و یا منوی بازی ها رو حذف بکنه. اینونتوری یکی از مهمترین چیزها توی بازی های امروزیه، ولی رسما بازی خاصی پیدا نمیشه که تونسته باشه UI مناسبی برای اون تعبیه کرده باشه. استارفیلد به محض اینکه عرضه شد دو روز بعدش گیمر رفت یک UI خیلی بهتر نسبت به اون چیزی که داخل بازی بود ایجاد کرد. چطوریه که سازنده ها، کسایی که دارن روی این بازی کار میکنن و پول میگیرن، اونم 5 6 سال وقت میذارن، همچین چیزایی به ذهنشون نمیرسه. در نهایت خود این گیمرها هستن که باید برن اونا رو درست بکنن. و خب اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما مورد دیگه ای سراغ دارید؟ اگه توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر ما ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم خوب داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.